شناخت موسیقی دستگاهی ایران. تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، امیدوارم که برنامه‌های شناخت موسیقی دستگاهی مورد پسند شما واقع شده باشه. در برنامه گذشته ما راجع به مدارهای فرعی یا جاده‌های فرعی که گوشه‌های موسیقی ایرانی رو تشکیل میده، یعنی گوشه‌های اصلی موسیقی ایرانی رو تشکیل میده، در دستگاه ماهور صحبت کردیم و 4 گوشه اصلی دستگاه ماهور رو که ساختاری هستند توضیح دادیم. با توجه به برنامه‌های گذشته قول داده بودیم که در مورد دستگاه و شعب آن که 5 آواز رو تشکیل میدن و گوشه‌های موسیقی صحبت کنیم، چون این روند داره وارد مدار فرعی موسیقی دستگاهی میشه، لازمه که من یه رجعتی بکنم در این برنامه و مجدداً نکاتی رو که اهمیت داشته در تعاریف ما هم مروری بکنم، هم در این حال توضیحات جدیدی بدم. در مورد ردیف ما مفصل در برنامه‌های گذشته صحبت کردیم و گفتیم که ردیف در واقع به نظم در آوردن کل نغمات موسیقی ایرانی در یک مدار بسیار بلند که شامل 7 دستگاه و 5 آواز و گوشه های داخلی این 12 تا در واقع دستگاه کوچک و آواز میشه. در اینجا من میخوام توضیح بدم در مورد اینکه خود دستگاه چی هست. راجع به دستگاه محققین زیادی تو این 100 سال صحبت کردن. از گذشته های دور ما در متون تحقیقاتی موسیقی ایرانی سندی نداریم که در مورد دستگاه صحبت کرده باشه، تا به امروز البته. اما در این 100 سال محققین و موسیقیدان های صاحب نظر در این مورد صحبت هایی کردن و در مطبوعات، روزنامه ها، مجلات هنری گفتگوهایی شده، میزگردهایی بوده و نظرات مختلف داده شده. دستگاه در واقع در تداوم کلمه یا واژه موسیقی دستان شکل گرفته. وقتی که دستانها با همدیگه ترکیب شدن در طی زمان در ایران زمین، دیگه این ترکیبات جوابگوی دستان رو نمیداده که محدود بوده این ترکیبات، و این چون این ترکیبات بزرگتر شدند، دستان در واقع تبدیل شده به دستگاه. دستگاه در اینجا به مفهوم یک مجموعه است که اجزایی این مجموعه رو میسازن، درست مثل یک دستگاه منزل، یک دستگاه آپارتمان. دستگاه از نظر لغوی از کلمه دست و گاه که هم به مفهوم قید زمان هم به مفهوم قید مکانه، که هر دوتاش در مورد موسیقی قابل استفاده است، به وجود اومده. یعنی باز محل قرار گرفتن پنجه های ما روی ساز، دست ما روی ساز، و چون وسعت پیدا کرده، پنجه های گوناگون با مایه های گوناگون در روند یک اجرای کلاسیک، یک اجرای ردیفی مفهوم گستردهی پیدا کرده، لغت دستگاه به مفهوم کل مجموعه ساختاری و غیر ساختاری
و متریک و غیر متریک، همه اینها با هم دیگه وقتی که به صورت ردیفی کنار هم دیگه قرار میگیرن، چون گفتیم که ردیف باید مستتر باشه در روند گوشه های یک دستگاه، کل دستگاه رو منظم میکنه و به همین دلیل هست که ما میگیم ردیف دستگاه شور، ردیف دستگاه ماهور، یعنی دستگاه بدون اون ارزش منظم شده که تحت نام ردیف ما ازش یاد میکنیم دیگه مفهوم نمیتونه داشته باشه. اگر مفهوم پیدا بکنه در واقع میشه دستان، ما رو میبره تو مقوله مقام، میبره توی مقوله موسیقی مقامی. پس تفاوت ما باز هم اینجا نسبت به مقام همینه که در موسیقی دستگاهی ما ساختارهای گوناگون یا دستان گوناگونی داریم که به نظم در اومده و گسترده شده و یک مجموعه بی نظیری به وجود آورده. حال ما باید ببینیم که خود دستگاه اجزایش چیه، اجزای تشکیل دهنده دستگاه چیه. همونجور که یک دستگاه منزل شامل ساختار هست، اسکلت هست، پی هست و بعد اتاقهای گوناگون هست و فضاهای گوناگون هست، یک دستگاه ماهور هم از همین مختصات برخورداره. باید دوستانو به این مسئله توجه بدم که کسانی که این سیستم ها رو به وجود آوردن، یعنی سیستم دستگاهی رو منظمش کردن و مدبنش کردن، اکثر اینها ریاضیدان بودن، اکثر اینها به معماری تسلط داشتن، به هندسه تسلط داشتن و یک منطق اصولی معماری رو در رابطه با موسیقی به وجود آوردن، یک منطق هندسی و ریاضی رو در رابطه با تدوین اینها مورد استفاده قرار دادن. به همین دلیلی که من میگم یک دستگاه منزل و اسکلتش و اتاقهاش، در ورودیش که درآمد تشکیل میده، حال پذیراییش، ورودیش و اتاقاش، مهمانخانهش و غیره، در واقع طراحی یک دستگاه از نظر شکلی یا از نظر محتوایی خیلی شبیه معماری ایرانی است. بزرگترین پدید آورنده ردیف یک دستگاه رو گوشه ها تشکیل میدن. گوشه یعنی زوایای گوناگون یک دستگاه. همینجور که وارد یک منزل میشیم یا یک نقشه معماری رو میبینیم، میتونیم در واقع از روی اون نقشه متوجه بشیم که زوایای این منزل شامل چه بخش هایی میشه. در موسیقی دستگاهی هم به همین صورته، ما در واقع همون گونه نگاه میکنیم. پس گوشه ها عبارت از اتاق ها، فضاهای یک منزل میمونن که برای رفتن تو هر اتاقی ما یک مقرراتی داریم و هر اتاقی کاربردی داره. از هر اتاقی به هر اتاقی نمیتونیم بریم، اتاقا تعریف شده هستن. به همین دلیله که شاید در موسیقی عربی، بلخص در موسیقی عربستان سعودی، در تدریس موسیقی اونها از لغت خانه استفاده میکنن، یعنی هر کدوم از این ساختارها رو یا دانگها رو یا مقامها رو و رفت و آمدهای توی این حرکتها رو میگن خانه. ما در اینجا در واقع خانه استفاده نمیکنیم، گوشه استفاده میکنیم که تقریبا میتونه، البته تقریبا میتونه مشابه خانه باشه در موسیقی عربستان سعودی. و گوشه ها در واقع زوایای یک دستگاه هستند. ما باید این اجزا رو داشته باشیم تا بتونیم یک دستگاه موسیقی ایرانی رو تعریف کنیم. و چون منطق و استدلال در نقشه یک خانه وجود داره و کاربردها تعریف شده هست، فضاها تعریف شده هست، در رابطه با موسیقی دستگاهی هم
ردیف در واقع به مفهوم جاری کردن منطق تشکیل یک دستگاه رو میده و این زوایا به وسیله منطق ردیف و استدلال ردیف، یعنی منظم کردن، به وجود آورنده یک دستگاهه و گوشه ها بخش ها یا شعبی از این دستگاه ها خواهند بود. در موسیقی قدیمتر ما از کلمه شعبه در موسیقی مقامی استفاده می کردیم، ولی حداقل از شروع رسمی تشیع با توجه به نگرش تشیع به فرهنگ ایران زمین و ادبیات فارسی، یک مقداری عربی زدایی از زبان فارسی شکل میگیره و اسامی عربی در واقع عنوانهای موسیقی به عناوین فارسی تبدیل میشن یا جا میفتن در اون دوره. به جای شعبه ما در اینجا گاهی گوشه استفاده میکنیم، گاهی هم به جای شعبه پنج آواز متعلقات شور رو میتونیم مشابه بگیریم. ما طبق سنت های قدیم ایرانیان که لغت هفت بسیار مهم بوده، از دوره های قبل از اسلام، از دوره های ساسانیان، این شیوه، یعنی این استفاده 12 مقام در واقع تدوین شده و به خیلی از کشورها بعد از اسلام، همونجور که قبلا هم اشاره کردیم در برنامه گذشته، سرایت کرده. ما دیگه وارد مقوله تاریخیش در این برنامه نمیشیم و اشاره میکنیم که ما 7 دستگاه داریم که 7 خانه‌ای که در یک زمین بزرگ بنا شده و یک خانه است که خانه اصلی ما، خانه پدر ماست، خانه جد ماست، که ما اونو در واقع گفتیم مادر دستگاه، که پیشینه ما رو شامل میشه، که دستگاه شور رو مثال زدیم. بقیه در واقع در کنار هم تشکیل یک مجموعی رو میدن که این مجموعه باز منطق ردیف برش مستطره و ما 7 منزل جدا جدا داریم که اینها در یک زمینی، در یک باقی به وجود اومدن. اون دستگاه مادر که دستگاه شور ما هست 5 فرزند هم داره که این 5 فرزند به صورت خانه های خیلی کوچیک دور اون خونه مادر دستگاه، یعنی شور، قرار گرفتن. پس ما 7 دستگاه داریم و 5 آواز که به 12 رده تقسیم میشه. 7 دستگاه بزرگ، 5 هم میتونیم بگیم آواز یا آوازه به قول عبدالقادر مراغی، یا 5 دستگاهک کوچک یا دستگاه کوچک، دستگاهک. لغت دستگاه برای آواز استفاده نمیشه، حالا من برای کمک به درک این موضوع استفاده کردم. حال در داخل کل سیستم دستگاهی و آوازی ما با اولین پدیده که مواجه میشیم در واقع گوشه ها هستن. اما راجع به گوشه ها، ما در موسیقی دستگاهی یا موسیقی ردیفی خودمون به همه ملودی ها، ساختار ها، حالت ها، کیفیت ها، گاهی مضراب ها اسم گوشه دادیم. این یک اشکال بزرگی در موسیقی ردیفی ما به وجود آورده. اولین اشکالش اینه که گوشه های ساختاری رو از گوشه های غیر ساختاری عوض نمی کنه. مثلا ما در ردیف یا در یک دستگاه گوشه حزین داریم، خیلی گوشه کوچیکیه که جزء گوشه های تزئینی یا حالتی قرار می گیره. یک گوشه داریم مثل مخالف چارگاه که این گوشه ساختاریه و مفصله. پس حالا اگر ما بخوایم تقسیمی در این رابطه انجام بدیم، باید گوشه ها رو
از داخل ردیف تفکیک کنیم و اگر قادر باشیم نامی هم بتونیم به این گوشه ها بدیم. توجه کنین. در اینجا در درآمد که مفهوم از در درآمدن و ظاهر شدن یک موضوع ادبی یا یک موضوع موسیقی یا یک منظره هست، ما وارد یک نگاه از دور به منظره چهارگاه میکنیم و ما وارد درآمدها میشیم و چهارگاه رو و کیفیتش رو تعریف میکنیم. در چهارگاه ما گوشه نغمه داریم به دنبال این، که اشارمون روی درجه دوم چهارگاه است بیشتر، و بعد گوشه زابل داریم و به ترتیب همین گوشه ها مثل مدار اصلی بقیه دستگاه ها اسامی داره که ساختارهای اصلی یا جاده اصلی مدار اصلی دستگاه چهارگاه رو تشکیل میده. حال باید ببینیم که چه نوع گوشه هایی در موسیقی ایرانی داریم. اولین نوع گوشه های موسیقی ایرانی گوشه های ساختاری هستند. یعنی اینکه ما برامون در اینجا ساختار مهمه. برای مثال وقتی ما میریم گوشه مخالف رو میزنیم، در گوشه مخالف ما میتوانیم ملودی های گوناگون، چارمزرا، پیشترآمد، تصنیف و فرم های مختلف موسیقی رو باش اجرا کنیم. امکان به ما میده، ساختاری داره که این ساختار مبین گوشه مخالفه. برای مثال دقت کنین، ما اینجا داریم اجرا میکنیم توی این مخالف، چون ساختاریه ما میتونیم ملودی های مختلف بزنیم. مثلا میتونیم مثلا این چهار مضراب بزنیم، مثلا اینجا دیگه ما گوشه ما محدود نیست. گوشه ما در واقع چیه؟ نامحدوده. ما میتونیم در اینجا مفصل از این ساختار استفاده کنیم. پس اینها رو ما میتونیم بزنیم اسمشو گوشه های زیر ساخت یا ساختاری، که ملودی های مختلف با توجه به ذوق و سلیقه ما بر روش استوار میشه. اما تو همین مخالف ما تو ردیف داریم گوشه حزین، ولی گوشه حزین روی ساختار مخالف بنا میشه، اما اونم اسمش گوشه است. اون در واقع میتونیم بگیم گوشه های کیفیتی یا حالتی، یا گاهی گوشه های ریتمیک
که من اینجا حزین رو میزنم. اینجا دیگه بحث ساختار نیست، ما در ساختار مخالف حزین رو اجرا کردیم. گوشه های دیگه هستن فقط ملودیکن، یعنی فقط بر پایه ملودی شناسایی میشن، مثل مثلا گوشه مثنوی بشنو از می چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند. شما در اینجا در این مثنوی، گوشه مثنوی که باز هم اسمش گوشه است، اینجا یک ملودی مدل خاصی رو باید استفاده کنین که تابع وزن شعر مثنویه. هیچگاه این وزن عوض نمیشه اگه قرار باشه اسم گوشه مثنوی باشه. پس اینا گوشه های، میتونیم بگیم گوشه های دارای عروض شعر فارسی یا گوشه های دارای اتانین موسیقی، که اتانین معادل افائیله. برای موسیقی اتانین استفاده میکنن، برای شعر افائیل استفاده میکنن. به غیر از این گوشه ها، گوشه دیگه ای داریم که این گوشه ها گوشه های ارتباطی هستن، اتصالی هستن. مثلا میزنیم این ملودی که اجرا شد میخواست ما رو به کجا برسونه؟ به گوشه مغلوب چارگاه برسونه. از این نوع ارتباط ها هم ما توی ردیف زیاد داریم که بعضی وقتا شاگرد ها متوجه نمیشن، برای اینکه ابتدای گوشه اتصال گوشه یه جای دیگه شروع میشه. اینا هم باید در ردیف در واقع تفکیک بشه. در اینجا وقت برنامه ما تمام میشه. شما رو به خدا می سپاریم. روز و شبتان خوش باد.